در همایشی که برای آگاهی از کارها و اندیشه های خان عبدالغفارخان، آزادی خواب و رهبر پشتونها در کابل برگزار شده است، رئیس جمهور کرزی پیروی از راهکارهای پاچا خان را در پایان بخشیدن به خشونت ها در منطقه اثرگذار می داند. آقای کرزی هشدار می دهد که خشونت ها مردمان افغانستان و پاکستان را سخت صدمه زده اند. نن تا حق اور که چیده ده اغپ خلاف طول عمر جهد جهد کردی او وشت کال بنجر کردی پا اغا اور که پاکستان و افغانستان سوچی داد تشدد، داد نفرت، داد انسان وجنی، داد انسانی کرامت رو پشوتر لانی کولو اور چنن بلدی او پا افتخار بلدی تعجب دادی پا یاری حق کسان چیده اعمال کی او پا دا پا دوارو خواهو کی که ده دین پنامه کیجی او که ده دیموکراسی پنامه کیجی که ده شرق پنامه کیجی که ده غرب پنامه کیجی که ده تروریزم سره ده جنگ پنامه کیجی او که ده تروریزم او یا په بل نامه کیجی دواړه تشدد دی دواړه د انسانی کرامت تر پښو لاندې کول دی. رئیس جمهور کرزی حمله های انتحاری و بازرسی خودسرانی خانه ها را به شدت نکوهش می کند. سوگ دو حقوق بشر و ادعا کهی او دو شپید انسانان و کورو تا ورسه او دو مور و مختی پس پیو داری دو پلار و مختی پس پیو داری دو دموکراسی او دو تروریزم دو زد جنگ پنامه بل دو دین پنامه انسانان تا فولانی که پا ماجد کی ورته انتحاری سی او المنزگزار تک تک نو په هر نامه چې دا تشدد کیږي که غرب کی که شرق کی که په دې نامه که په ها نامه دا تشدد د انساني کرامت د انساني اخلاقیاتو په خلاف دی. در همین حال برخی از اعضای مجلس صنایع پاکستان نیست که در این همایش شرکت کردند میگویند که جنگ در این دو کشور از سوی خارجیان تحمیل شده است. دا خشونت چې زمونږ په سیمه کې موجود دی دا زمونږ د ټولنې زیږنده نه دی. دا په حقیقت کې د بهر نه زمونږ په ټولنو په هیوادونو کې پیچکاری شوی دی. دا پردی جنگ دی چې زمونږ کور ته راغلی دی او اوس هم تاسو که وګورئ که د بهر نه مداخلت ختم شي زما یقین دی چې زمونږ ټولنه د دې جوګه دی چې دا خشونت استفراق کړي بهر یې وغورځوي د خپل وجود نه بهر کړي خارج کړي. خان عبدالغفارخان مشهور به پاچا خان و فخر افغان از آزادی خواهانی بود که همواره در راه آزادی و صلح پیکار می کرد. وی که در هنگام جنگ افغان ها با بریتانیای کبیر رهبری پشتون ها را بر عهده داشت 27 سال زندان را نیز سپری کرد. پاچا خان یا فخر افغان در سن 97 سالگی چشم از جهان بست و بنابر وصیت خودش در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد.